نشست سازمان همکاری های شانگهای با حضور مقامات عالی رتبه از جمله نخست وزیر چین و وزیر خارجه هند در اسلام آباد آغاز شده است. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. نشست سازمان همکاری های شانگهای در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حالی آغاز شده است که تدابیر امنیتی شدیدی در این شهر برقرار است. این نشست با حضور مقامات عالی رتبه از جمله لی چیانگ، نخست وزیر چین و شوسما سواراج، وزیر خارجه هند که برای نخستین بار پس از چند سال به پاکستان سفر کرده برگزار شده است. همچنین نمایندگانی از کشورهای دیگر از جمله روسیه و معاون رئیس جمهور ایران نیز در این اجلاس حضور دارند. اسلام آباد در هفته های اخیر با اعتراضات گسترده ای مواجه بوده که باعث شده دولت از ارتش برای حفظ امنیت پایتخت کمک بگیرد. این شرایط به ویژه در حالی رخ می دهد که کشور با تهدیدات فضاینده ای از سوی گروه های مسلح روبرو است و حملات اخیر نشان دهنده چالش های امنیتی جدی برای دولت پاکستان است. سازمان همکاری های شانگهای به عنوان یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی با هدف بررسی مسائل امنیتی در آسیای مرکزی و فراتر از آن تشکیل شده است. این نشست فرصتی برای پاکستان به منظور تقویت وجهه بین المللی و نشان دادن توانایی های خود در برگزاری یک رویداد بزرگ است. به ویژه در شرایطی که کشور در تلاش است تا از بحران داخلی و اقتصادی عبور کند. تحلیلگران بر این باورند که برگزاری موفق این اجلاس میتواند به بهبود تصویر پاکستان در سطح بین المللی کمک کند و نشانه ای از بازگشت این کشور به صحنه جهانی باشد.